هدف اصلی ما در آرت کورنر معرفی آثار فاخر، ایجاد ارتباط بین هنرمندان و جامعه و معرفی آثار، فلسفه خلق آثار به معنای واقعیش بوده. امروز خدمت جناب آقای آیدین الفت، مدیر مجموعه شهر صدای پارسیان و مدرس دانشگاه هستیم تا راجع به این مبحث کمی گفتگو بکنیم. آیدین جان، خیلی به برنامه ما خوش آمدید. مرسی از دعوتتون، متشکرم از شما. به عنوان شروع دوست دارم تعریف شما رو بشنوم از ماهیت موسیقی تاثیرگذار و ماندگار. تعریف سختی است، چون هر کسی بنا به فراخور زندگی که داشته، جغرافیایی که توش زندگی کرده، نوعی که بزرگ شده، در چه نسلی، نیاز خودش رو نسبت به موسیقی متفاوت می‌بینه. برای همین هم نمیتونیم دقیقاً بگیم که من به عنوان آیدین الفت چه تعریفی میتونم برای یک آدمی که در افریقا داره زندگی میکنه به عنوان یک موسیقی تاثیرگذار انجام بدم. راجع به مرز و بوم خودم هم حتی به لحاظ اینکه ما چند قومی هستیم نمیشه اطلاع دقیقی داد یا نظر دقیقی داد، ولی میتونیم بگیم که موسیقی که من رو به تفکر و هر کسی که برخورد میکنه با اون موسیقی بارقه های از تفکر رو توش ایجاد بکنه، به عنوان یک موسیقی تاثیرگذار میتونم ازش نام ببرم. میتونم ازتون خواهش بکنم یه مقدار بشکافیم این مسئله رو بیشتر؟ حتما. اگر ما دو ژانر مختلف در نظر بگیریم، یکی موسیقی سرگرم کننده و یکی موسیقی فاخر، میتونیم راجع به ژانر دوم صحبت بکنیم که ژانر دوم به لحاظ نوع ادبیاتی که چه کلامی چه ادبیاتی که روی نوت موسیقی و پارتیتورها نوشته میشه، هدفش چیز دیگری است. در حقیقت ما رو قرار به سمت سوی دیگری ببره، قرار به سمت تفکر ببره. به نظر شما یا این اتفاق به طور غالب در موسیقی امروز ما میفته؟ ببینید، متاسفانه موسیقی فاخر نیاز به حمایت داره تا بتونه جاشو پیدا بکنه. به هر حال ما تو زندگیمون همیشه همین گونه است. اگر مثلث نیازها رو یادمون بیاد از زمان دبیرستان، ما اول نیازهای اولیه داریم مثل آب و غذا و مسکن، و خب موسیقی تفنن میشه اون نیاز اولیه. اگر میخوایم به جاهای بالاتری برسیم، به نیازهای والاتری برسیم و از قسمت شکمی بخوایم بریم به قسمت مغز، مسلما نیاز داریم به این که موسیقی باشه که ما رو به اون تفکر برسونه و نیاز به حمایت داره. واقعیت اینه که وقتی که سرمایه ها و سبد های حمایتی میرسه دست دولت و یا حکومتی که توی کشور هست، اون باید این سیاست فرهنگی رو بذاره و اون باید این سرمایه رو خرج این اهمیت دادنه بکنه، و اون در حقیقت به عنوان کسی است که والی و سردمدار این موضوع میشه. متاسفانه خب همونطوری که داریم میبینیم و اتفاقی که افتاده، شاید این حمایته و اون حرکت دادنه، در واقع سوق دادنه، در واقع این جریان به سمتی که دلخواه هست به عنوان موسیقی، به عنوان یک المان فرهنگی اگر بخوایم نگاه بکنیم، این اتفاق در ایران نمیفته. به نظر شما اگر در واقع از بعد حکومت بخوایم فاکتور بگیریم یا از بعد سردمداران بخوایم فاکتور بگیریم که متاسفانه هیچ دفاعی از هیچ حمایتی از موسیقی نمی کنند، آیا خود موسیقیدانها، آیا خود در واقع اهالی موسیقی با دغدغه هایی که براشون وجود داره، من جریانی رو که در واقع
وضعیتش مشخصه رو راجع بهش صحبت نمی‌کنم، جریانی که موسیقی رو دغدغه‌مند دنبال می‌کنه، خود اون جریان چه کار می‌تواند انجام بدهد برای اینکه موسیقی از حال و روز امروز ما خارج بشود و به سمت خوب حرکت بکند؟ به هر حال من فکر می‌کنم که ما در دورانی در 40 سال اخیر بودیم که تا یک زمانی موسیقی ممنوع بود، بعد از اون هم باز هیچ حمایتی نمی‌شد، اتفاقا الان داره حمایت میشه، ولی به عنوان اون چیزی که من و شما به عنوان موسیقی فاخر ازش می‌شناسیم شاید اون اتفاق نمی‌افته. موسیقی که الان ازش داره حمایت میشه به نظر من بخش بزرگیش تفننی است و این تفننه انقدر گستردگی پیدا کرده که جاشو به موسیقی فاخر در حقیقت جایگزین شده و ما دیگه یواشاش داریم موسیقی فاخر رو فراموش میکنیم. وگرنه اگر این طور بود که هیچ حمایتی نمیشد مثلا این همه سالن‌های کنسرت، این همه اجراهایی که میبینیم دوستانی که تو موسیقی‌های در حقیقت بیشتر تفننی دارن کار میکنن، خیلی هم اتفاقا صنعت قوی هست، خیلی هم خوب داره که تو این زمینه کار میشه. ولی اون چیزی که باقی مونده در حقیقت همون چیزی هستش که ماها داریم انجام میدیم، قشری از موزیسین ها و آهنگساز ها، تهیه کنندگانشون و حالا کسی که مثل من استودیوهای صدا برداری دارن، ما هستیم که در حقیقت نگه داشتیم این قضیه رو که در حقیقت شاید این تهموندش بمونه، شاید بتونه به نسلهای بعدی برسه و انشالله در یک بستر مناسبتری بتون رشد بکنه. من در واقع جمله‌مو تصحیح بکنم، در واقع منظور کلی منم همون چیزی بود که شما بهش اشاره کردید. به نظر من جریان داره به سمتی حرکت داده میشه که موسیقی فاخر یواش یواش جاش رو در واقع از دست بده و جایگزینش در واقع بشه این همه آثار بی محتوا و بی کیفیتی که امروز داریم در مارکت میشنویم، در مارکت در واقع ایران میشنویم، که در واقع به نظر من هیچ رنگ و بویی از موسیقی اصیل یا موسیقی فاخر نداره. من وقتی راجع به موسیقی اصیل صحبت میکنم راجع به موسیقی سنتیمون صحبت نمیکنم. موسیقی اصیل که المانهایی داره که در واقع اصالتش رو مشخص میکنه، از اندیشه که پشت اون اثره که اثر رو در واقع شکل میده، کلامی که برای اون اثر انتخاب میشه، آهنگسازی که هست، تنظیم کننده ای که هست و نهایتا در واقع اجرایی که در واقع نوازنده های مختلف میان انجام میدن و اون اثر رو تبدیل میکنن به یک پکیجی که ما اسمش رو میذاریم به یک اثر ماندگار، که شاید این اثر ماندگار دهه هاست که از عمرش میگذره و شنیده میشه و هنوز هم ازش لذت برده میشه. ولی متاسفانه آنچه که ما امروز میبینیم اون چیزی نیستش که در واقع توقعش رو داریم. آیا ماها یا در واقع شمایی که نام بردید، شما به عنوان در واقع کسی که استودیوی صدا دارید یا موزیسین هایی که در واقع تو این زمینه دارن تمام تلاششون رو میکنن، آیا این تلاش آنچه که امروز اتفاق افتاده کافیه یا دست به دست هم بدیم و در واقع یک رسالتی رو تبیین بکنیم برای اینکه این رو در واقع ارتقایش بدیم نیاز به تلاش بیشتری داریم؟ واقعیت اینه که الان من و شما برای همین اینجا هستیم، یعنی جاهایی مثل آرت کورنر، شهر صدا و مثل اینها قرار همین اتفاق رو رقم بزنه. من فکر میکنم که حالا در ناامیدی بسی امید است. ما در عین اینکه الان در بحران بسیار بزرگی هستیم، ولی با یه مطالعه تاریخی زمانی بوده که حتی کسی اجازه نداشته ساز حمل کنه، زمانی بوده که به 40 سال اخیر کاری ندارم، راجع به کل تاریخ ایران توی 1000 سال اخیر دارم حرف میزنم، ولی کماکان در دل خانه ها حتی سازها کوچیک‌تر شده شدند زیر ستار کنونی امروز و این موسیقی ادامه پیدا کرده. اضمحلال داره ولی از بین نمیره، کوچک میشه ولی از بین نمیره. من فکر نمی کنم که ما در دورانی باشیم که بگیم که داره دیگه همه چیز از بین میره، این اتفاق نمیفته. انقدر این پشتوانه و این فرهنگ قوی و غنی هست که با بزرگترین بی‌برنامگی ها، با بزرگترین فشار ها هم در طول 1000 سال اخیر نشون داده که از بین نرفته. برای همین هم اتفاق هایی مثل شهر صدا، آرت کورنر و امثال هم، سال نوا و و و خیلی اتفاقات اینچنینی، اینا همش داره این راه رو استمرار میبخشه، ادامه میده و من امیدوارم که توی یک بستر مناسبتر این اتفاق بیفته. چیزی که راجع به فرمایش شما دوست دارم جواب عرض کنم اینه که ما نیاز به بسترش داریم مسلماً. این بستر باید فراهم بشه، آهنگساز یا خالق یک اثر بتونه توی یک بستر مناسبی این کار رو انجام بده. یک بار یه سفری با آمستردام داشتم، وقتی که می‌دیدم که نقاشای بزرگ جهان خب تو اونجا متولد شدن و از این مناظر طبیعی زیبای اونجا بهره بردن، تونستن یه همچین آثاری خلق بکنن، در موسیقی ما بزاش توی ایران خب باید یک بستر روحی فراهم باشه تا یک خالق اثر بتونه این کار رو انجام بده.
جالب بهتون بگم که بر اساس اون چیزی که در حقیقت تاریخ خوندم اینه که در دوران فشار همیشه یه تبلورهای اتفاق افتاده که در دوران آرامش اتفاق نیفتاده و من حتی این فشار رو مثبت میبینم در اینکه ممکنه اتفاقهایی بیفته کمان که افتاده. ما مثلا اثر نینوا رو داریم در سال 65 که بی نظیر اتفاق افتاده در دورانی که میگم حتی حمله ساز ممنوع بوده و میبینیم که یه بسترهای یک فشارهایی باعث یک تبلورهایی شده. الان هم به نظر من همین صورته، یعنی الان این فشار رو من در عین اینکه ممکنه هزاران قصه پشتش باشه ولی مطمئنا یه دفعه آثاری خلق خواهد شد که ازش لذت خواهیم برد و ماندگار خواهد شد. باید کمک بکنیم که این آثار به گوش مخاطب برسه. مخاطب حال حاضر موسیقی ایران عادت کرده به آثار بیکیفیتی که میشنوه و در واقع حرکت کرده به اون سمت. ادعای مخاطب برای آثار در واقع فاخر همیشه وجود داشتن. ولی چطور باید کمک بکنیم؟ با دوستانی که صحبت میکنیم چه توی برنامه چه خارج از برنامه همیشه این گلگی رو دارن که ما اثر خلق میکنیم، تمام تلاش خودمون رو میکنیم ولی رسانه‌ای در اختیار نداریم که در واقع این رو به گوش مخاطب برسونیم. میتونم خواهش کنم نظر شما رو در ارتباط بدونم؟ ببینید از نظر من دو نوع موسیقی وجود داره، موسیقی که تاریخ مصرف داره و موسیقی که ماندگاره. من در دوران کرونا این موضوع رو دیدم و دارم در حقیقت توی موزیسین ها و خالقان بسیار با ارزش اثرها میبینم که شاید نتونن خیلی کار خاصی بکنن ولی دارن اثر پدید میارن. یعنی این بحران یک ساله باعث شده که آدم ها به درون لاک خودشون برن، هرچند که موزیسین ها همیشه در لاک خودشون هستن ولی بیشتر از اون، و بتونن که از این مرواریدی که در درون خودشون میسازند بتونن یک گوهری رو بیرون بدن. اگر ما این رو یه خورده بازه فراتری نگاه کنیم، توی این سالهای اخیری که میگیم که وضعیت خیلی مناسبی نیست، الان دورانی است که به نظر من باید در صدف خودمون گوهر درست بکنیم و این میماند. گوهر هیچ وقت از بین نمیره، هیچ وقت کهنه نمیشه. اگر که این رو به عنوان یک در حقیقت دوران گذار نگاه کنیم، حتما موسیقی که پدید میاد و قابل شنیدن باشه و قابل ماندگاری باشه و از دسته تاریخ مصرفدار عبور کرده باشه میمانه برای اعصارها هم خواهد ماند. و چطور کمک کنیم که این موسیقی به گوش مخاطب برسه و مخاطبین بیشتر و مخاطبین بیشتر و مخاطبین بیشتر؟ خدا رو شکر یه اتفاقات جهانی افتاده که همه همون ازش باخبریم و مقوله انتشار مقوله ساده‌ای شده این روزگار. یه زمانی من یادمه که دو تا مؤسسه نشر بیشتر در ایران نبود و روی کاست باید میرفتیم خواهش و التماس میگرم شاید اثر ما رو میپذیرفتند و منتشر میکردن. امروز شما اراده میکنید چند ثانیه بعد منتشر کردید و دقیقا دست مخاطبه که تصمیم بگیره آیا این کار رو میشنوه یا نمیشنوه. برای همینم اتفاقا وابستگی دیگه به جریان خاصی و اتفاقی نداره. مسئله مهم مسئله تبلیغاته. مسئله تبلیغات مسئله هزینه بریه، مسئله ای که پشتش احتیاج به پشتوانه و سرمایه گذاری داره. اتفاقا الان به نظر من ما نیاز به این داریم که یه خورده صاحبان سرمایه رو به این سمت جلب بکنیم که بتونن از آثار هنری حمایت بکنن. ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون اتفاقا حمایت دولت نیست، حمایت صاحبان سرمایه است که بنا به قوانین قرار بود که اگر که از محصولات فرهنگی و رویدادهای فرهنگی حمایت میکردن در مالیاتشون تخفیفی قائل میشدن. در حقیقت این اتفاق نیفتاده و این میتونست خیلی کمک بکنه. یادمونه که زمان شهرداری آقای کرباسچی فقط گفتش که اگر نمای یک ساختمون رو شما مناسب و در حقیقت طبق استانداردهای خوب ایجاد بکنید من تخفیف بسیار بزرگی در عوارض میدم. چهره شهر متحول شد. این گونه است، یعنی اگر که
بدونم من به عنوان یک صاحب سرمایه، به عنوان یک بنگاه بزرگ تجاری، با حمایت از یک محصول فرهنگی یا یک رویداد فرهنگی میتونم از تخفیف‌های دولتی، از مالیات معاف یا حداقل کم بشه، حتما این کار را خواهم کرد. برای همینم من واقعا این موضوع رو خیلی متوجه دولت‌ها نمی‌بینم. ما می‌بینیم خیلی از آثاری که توی کشورهای بزرگ دنیا ازشون حمایت میشه، پشتش صاحبان سرمایه هستن، از بزرگان در حقیقت تجارت میان و پشت قضیه قرار میگیرن. خیلی از این فیلم‌های سینمایی، خیلی از رویدادهای هنری شما انتهاش در تیتراژ می‌بینید که بزرگ کمپانی‌هایی هستن که ازش حمایت کردن. برای همینم اتفاقا ما نیاز به این موضوع داریم که یه خورده بتونیم صاحبان سرمایه رو به این سمت جلب بکنیم که این اتفاق بیفته. تو یک زمانی، تو یه پریود کوتاهی تو ایران اتفاق افتاد که من مثلا حالا اسم برندها رو نمیبرم، ولی می‌دیدیم که مثلا فلان خواننده یا فلان نوازنده اگر داره کاری رو اجرا میکنه توسط کمپانی بزرگی داره حمایت میشه. این رو نیاز داریم که اتفاق بیفته و روی این باید سرمایه گذاری کرد. ولی این ماجرا یک روی خطرناک هم داره، یعنی حمایت از هنر، در واقع سرمایه داران حرکت میکنند به سمت حمایت از هنر، ولی از اون هنری که باید حمایت بکنند حمایت نمیکنند. همین رو باید فرهنگ سازی کنیم. دقیقاً نکته شما کاملا درسته. دو جور دید داریم، دید تجاری به یک اثر هنری باعث میشه شاید اون اثر سمت سوی دیگری پیدا کنه، ولی اگر ما بیایم یه مقداری کمک بکنیم به اینکه فرهنگ حمایت از نوع تفنن به تفخر به موسیقی فاخر هدایت بشه، اون موقع این موضوع میتونه اتفاق بیفته. کاملا با شما موافقم، ولی متاسفانه فکر میکنم مسیر بسیار بسیار سختی رو پیش داریم. همیشه کار بزرگ سخته. بله، مسیر بسیار سختی پیش داریم. هم که در واقع راجع به دغدغه‌مندی در واقع هنرمندان در ایجاد کار فاخر در این بازار بسیار بسیار نابسامان صحبت بکنم، و از اون طرف راجع به آیدین عزیزم بپرسم که آیدین جان، شما به عنوان یک در واقع مدیر یک مجموعه مثل شهر صدای پارسیان که در واقع میدونم خیلی هم دغدغه‌مند دارید، حرکت میکنید و حمایت میکنید، در واقع چه دغدغه‌ای پشت این جریانات باید باشه و چه حمایت‌هایی از جانب ماها باید وجود داشته باشه برای اینکه موسیقی دانها رو سوق بدیم، نوازندگان رو سوق بدیم به سمت خلق آثار درست؟ ببینید، جزو این بستری که عرض کردم، یکی از بسترها بسترهای مالی است. یعنی اطمینانی که به وجود بیاد که طرف به عنوان یک خالق اثر تطمیم میشه از لحاظ مالی و در یک شرایط مساعدی هست که مغزی که باید آروم باشه و بتونه از توش یک پدیده فاخر به وجود بیاد، نگران هزار یک دغدغه مالی نباشه. در مجموعه شهر صدا ما اتفاقی که ایجاد کردیم که باید در حقیقت منظور از خود تعریف کردن نیست ولی بسیار بهش میبالم، اینه که سرمایه گذاری که شده به نسبت هزینه‌ای که از هنرمندان گرفته میشه ناچیزه، به معنای واقعی ناچیزه. یعنی استودیوی مثل استودیوی شماره که شهر صدا که در همه جای دنیا به حدود $200 در حقیقت هزینه ساعتیش هست، توی استودیوی شهر صدا حدود 200,000 تومنه، یعنی معادل یعنی مثلا یک دهم اون عدد، یک بیستم عدد خارج از کشور میشه. و خیلی هم به کشورهای اطراف کار دارم، یعنی میخوام بگم مثل همین ترکیه یا کشورهای اطراف خودم. برای همین هم ما در زمینه خودمون سعی کردیم که نگاه مالی نداشته باشیم، در حد اتفاقاتی باشه که بتونه این استودیو بچرخه، ایمپروومنت هم به حد خودش داشته باشه، با اینکه ما بسیاری از هزینه‌هامون نزدیک به 90% هزینه‌هامون دلاری هست از تجهیزات و اتفاقات. و در این زمینه ما خودمون در حقیقت احساس کردیم که اینجوری میتونیم به این موضوع کمک بکنیم. در حقیقت این دید فقط مالی و فرهنگی نباشه، این گونه در حقیقت در شهر صدا متبعبر شده که بیایم نگاه کنیم به اینکه از توش
خروجی خواهد داد که نام نیک میماند، رویدادهای نیک میماند و همه همون میدونیم که بعد از فوت همه آدم ها تنها نام نیک است که میماند. خلق اثر خوب و بد فکت هایی داره، المان هایی داره در واقع که اینها در کنار هم قرار می گیرن. قاعدتا ضبط یک اثر در یک استودیوی حرفه‌ای کمک میکنه به کیفیت در واقع اون اثر. الان میبینیم که در واقع یک چالشی داریم که فکر میکنم شما خیلی باهاش مواجه هستین، چالش هوم استودیو هست، در واقع استودیوهای خانگی که کامپیوتره و یک در واقع نرم افزار و یک مقدار در واقع چیدمان هایی کنار هم دیگه که همه شروع کردن بدون اینکه در واقع آگاهی داشته باشند که در واقع چه خروجی از استودیوی حرفه‌ای خواهند گرفت و چه خروجی از هوم استودیو خواهند گرفت، آثارشون اونجا ضبط میکنن. من میخوام در واقع از شما به عنوان یک متخصص خواهش بکنم که در این زمینه تخصصی یک مقدار برای ما بیشتر توضیح بدید. اولا که هر دو کلمتون درسته، هم ضبط درسته و هم ضبط درسته و ضبط هم در حقیقت کار ضبط رو انجام میده. دو اینکه من اصلا نگران این موضوعی که شما فرمودین نیستم، به این لحاظ که ما یک کار دیگری کردیم. مجموعه شهر صدای پارسیان جزو بنیانگذاران آموزش مهندسی صدا که زیر شاخه های اون یکی از مهمترینش همین ضبط استودیویی هست و مهارت در حقیقت صدا برداری استودیویی هست، داره حرکت میکنه، کار آموزشی میکنه. همینطور غیر از مجموعه شهر صدای پارسیان، من هم در دانشگاه جامعه علمی کاربردی، هم در دانشگاه آزاد، در رشته های صدا برداری و در رشته فناوری صدا مشغول کار آموزشی هستیم. آموزش یعنی فرهنگ سازی. من اگر دنبال این هستم که این استودیوهای خانگی بدونن که کاری که یک استودیوی بزرگ تخصصی نمیکنه رو در حقیقت این کاملا نهادی نبشه، باید کار آموزشی بکنم. کار آموزشی هم کار فرهنگی است. من زمانی که اومدم ایران سال 1388، اولین بار وقتی که به یک کسی که به نسبت هم آدم در حقیقت خیلی بی اطلاعی نبود ولی گفتم مهندسی صدا خوندم توی امریکا، گفتش راستی آقا من میخوام یه خورده بخونم ببینه صدای من چطوره. هیچ درکی از اینکه مهندس صدا چیست نداشت. 11 سال گذشته و دیگه کمتر کسیه که بگن بهش مهندس صدا، بگی آقا من میخوام آواز بخونم یعنی چی. و این موضوع داره نهادی نمیشه. همینجا تو این گروه امروزتون من یکی از هنرجوهای خیلی خوبمون رو دیدم و داریم میبینیم که من تقریبا هر جا دارم پا میذارم یکی از هنرجوهایی که در طول این 11 سال تدریسم داشتم رو میبینم که تو زمینه های شاخه از مهندسی صدا داره فعالیت میکنه. و این هنرجوها هر کدومشون دارن رسالت من و ماها رو انجام میدن که میدونن که استودیوی خونگی کار استودیوی تخصصی رو نمیکنه. برای همینم به این لحاظ ما قدمی که برداشتیم مؤثر بوده. در این 11 سال یواش یواش آدم ها میدونن که توی خونه نهایتا یک موسیقی خونگی درست میکنن و برای انتشار جهانی، برای اینکه شنیده بشه یک کار، باید واقعا مراجعه کنم به استودیوی تخصصی. شما در واقع یکی از دغدغه‌های من رو بهش پرداختید، بحث آموزش، که می‌خواستم این مقدار بیشتر راجع به این صحبت بکنیم. همونطوری که در واقع آموزش فرهنگسازی میاره و در واقع آموزش ارتقا میده سطح در واقع هنرجوهایی که به این رشته علاقه دارن، چه در زمینه موسیقی چه در زمینه در واقع صدا برداری و و آیا به اندازه کافی ما زیرساخت برای آموزش داریم که بتونیم ازش استفاده بکنیم و بهش ببالیم که میتونیم این رو در اختیار در واقع هنرجوهامون بذاریم برای ارتقاء سطحشون؟ خب جواب خودتون که میدونید مسلمان جواب منفی است و برای ما باقت باید باور کنیم که در یک جهان سوم داریم زندگی میکنیم. ببینید اگر من ایران رو انتخاب کردم به عنوان محل زندگیم و دنبال این باشم که بگم وای من امکانات مثلا اروپا یا امریکا رو ندارم، خب ندارم، مشخصا من اینجا رو انتخاب کردم برای زندگی. نمیتونیم بگیم که آقا من در یک استخر بدون آب میتونم خوب شنا بکنم. خب مثلا نمیشه شنا کرد.
ولی اگر فکر بکنم به اینکه خب حالا یواش یواش سعی کنم استخر رو پر آب کنم، ممکنه حتی به من هم وصال نده و نصف ها طول بکشه این استخر پر آب بشه، من این کارو شروع میکنم. شهر صدای پارسیان همین کار رو کرده و آموزش همین کار رو میکنه. ما باید بستر رو ذره ذره فراهم بکنیم. درسته مسلما اگر سیاست گذاری هایی باشه خیلی میتونیم بستر رو جلو ببره، ولی الان توی وضعیتی هستیم که این گونه نیست، باورش هم داریم که نیست، جهان سوم هم هستیم، از خیلی از دنیا هم قطع رابطه شدیم و نمیتونیم خیلی از اتفاقات رو تو ایران رقم بزنیم، ولی از خودمون شروع میکنیم تا حد بضاعتمون کار رو انجام میدیم. مسلما جواب شما منفی است، الان بستر وجود نداره، ولی من همین که فکر میکنم توی 11 سال دیگه کسی به عنوان یک مهندس صدا از من نمیپرسه که آقا تو میتونیم ما بخونیم، این برای من خوشاینده. الان وقتی من میبینم که آدم ها میدونن مهندسی صدا یک رشته نیست، یک گرایش بسیار بزرگیه که خیلی ازش گرایش های نشأت میگیره، مثل صدا برداری استودیویی، مثل صدا برداری اجرای زنده، میکسینگ و مسترینگ، طراحی و صدا گذاری و و و خیلی شاخه های مختلفی داره، این برای من بسیار خوشاینده. من فکر میکنم تو این 11 سال تونستم خیلی از این رسالت که رو دوشم بوده رو انجام بدم و بعد از این هم انجام خواهم. با این استدلال کوچیک میفهمیم که چرا برای دونستن علم مهندسی صدا نیاز به دونستن علم ریاضی و فیزیک داریم. دانش ریاضی به عنوان پایه درک علم فیزیک، علم فیزیک به عنوان پایه دانش مفاهیم شکل موج و مفاهیم شکل موج به عنوان پایه‌ای برای شناخت اصوات است. بعد از طی کردن همه این راه و کسب این دانش، تازه به نیمه راه میرسیم. صدا در برخورد با پرده سماخ یا همون گیرنده گوش تبدیل به سیگنال های الکتریکی شده و به مغز میرسه. نیمه دوم راه تازه از اینجا شروع میشه. امیدوارم خیلی از نوازنده ها و موزیسین های ما و موسیقیدان های ما هم اینچنین فکر بکنند، برای اینکه آنچه که امروز داریم میبینیم در کنار یک تعداد موزیسین که واقعا کار خودشون رو عالی دارن انجام میدن، ولی چیزی که تأسف باره اینه که حتی ما میبینیم برخی از نخبگان ما دنبال روی جریان فعلی نازل موسیقی ایران شدند که خب این متاسفانه بسیار دردآوره. دقیقا دیگه، به هر حال متاسفانه همیشه جنگ تلفاتی داره و تو این تلفات متاسفانه آدم های خوب هم از بین میرن، ولی انقدر آدم خوب داریم که من وقتی سال نوا مراسمش اجرا شد و راجع به هنرمندانی که خب از ایران رفتن مهاجرت کردن ولی کماکان دغدغه فرهنگ ایرانی رو دارند و دارن تو اون سمت و سوها کار میکنن، کسی که تو ایران موندن از دوستان اسم ببرم مثل استاد حسین علیزاده و دارن کار میکنن، مثل آقای کلهر، اینها سردم دارن، اینها دارن این خط و این خط مقدم رو جلو میبرن و در دل همه اتفاقات میرن و بسیار ارزشمند داره این موضوع اتفاق میفته. صدای آقای شجریان خودش فوت میکنه ولی صداش نمیمیره. آثار آقای علیزاده خدایی نکرده 100 سال دیگه اگر نباشن آثارشون از بین نمیره و هیچ کس اگر یک قدم مؤثر گذاشته باشه قدمش از بین نمیره. قشنگ تموم بشه بعد بره رو این علیزاده ها و کلهر ها و شجریان ها تربیت بکنیم و کمک بکنیم که آثار اونها هم به گوش جامعه مخاطب برسه. ببینید واقعیت اینه که باز میخوام برگردم به تاریخ. من همیشه تاریخ رو به عنوان یک سند واقعی میتونیم رو بکنیم و از باش به عنوان برگ برنده استفاده کنیم. ما بسیاری از نابغه های جهان در بدترین زمان هایی از لحاظ مثلا تو جنگ جهانی اول دوم یا دوران‌های مثلا فرض کنید که قرون وسطا اتفاق‌های افتاده که اصلا بی‌نظیره. برای همین هم من اعتقاد دارم که مثلا فرض کنید شما راجع به کشور سوئد بگیریم که در یک رفاه بسیار خوبن، در دانمارک بگیریم که در یک رفاه بسیار خوبن، اگر این گونه باشه پس از اونجا هر روز باید یه عالم نخبه بیاد بیرون. من میگم خیلی به این چیزا مرتبط نیست، حتی میخوام بگم نظر برعکس هم دارم، اینکه اگر یک فشاری باشه، یک اتفاقی باشه، میتونه نخبه آفرینی کنه. خیلی روی نظریم مصر نیستم و دوست ندارم بگم آقا خب پس شرایط بد کنیم که بتونه یه اتفاق خوب بیفته. نه، این گونه نباید باشه. ولی من فکر میکنم خیلی دست من و شما نیست.
اون چیزی که دست من و شماست همین چیزی است که به خودمون هست، آرت کورنر و شهر صدا. سعی کنیم تو همین قدم خودمون با تمام قدرتمون، با تمام دلمون، با تمام همدلی که میتونیم با آدم‌های دیگه داشته باشیم، این رو ببریم جلو و اتفاق خوب رقم بزنیم. بحث آخری که دوست دارم ازتون بپرسم، صحبت از همدلی شد. بله، همدلی واقعا چیز بسیار بسیار خوبیه. رابطه بین اهالی موسیقی، چون من وقتی عرض میکنم موسیقی، چون ما راجع به موسیقی داریم صحبت میکنیم، رابطه بین اهالی موسیقی کمک میکنه به پیشبرد این کار. کسایی که دغدغه‌مندن، چه کنیم که این رابطه نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر بشود و این همدلی نزدیکتر بشود و دست به دست هم بدهیم؟ این رو در واقع چطور؟ این دغدغه هر روز منه. یعنی من اصلا دغدغه‌ام شهر صدا نیست، نه که نباشه، مسلما اون روی غلطکی افتاده که داره کار خودش رو جلو میبره و من خیلی نگرانش نیستم. نگرانی خودش رو داره سر جای خودش، ولی این چیزی که شما فرمودین نگرانی هر روز منه. یعنی اتفاقا بزرگترین چیزی که ما داریم از دست میدیم اصلا اون مسئله موسیقی فاخر و و و نیست، مسئله همدلی است. ببینید، استودیو شماره یک شهر صدا، عمدن دارم اسم میبرم به این لحاظ که ما برای ضبط آنسامبل اونجا رو ساختیم. ضبط آنسامبل یعنی که ضبط هم نوازی و هم گروهی. توی گروه نوازی شما احتیاج به همدلی دارید. اگر اون همدلی نباشه اتفاق نمیفته. خیلی بده که من مثلا یه میبینم که اگر 10 تا نوازنده توی یک سازی میان و میخوان کنار هم بشینن، انقدر این همدلی نیست که کار آخر سر اون اتفاق بر دل نشستن درش اتفاق نمیفته. این نگرانی منه. من هر روز دارم فکر میکنم چی کار میشه برای این کار کرد. خب اتفاقهای خوبی داره رقم زده میشه که خیلی کمه. دوست دارم دوباره اسم ببرم. سال نوا یه اتفاقی است که سعی میکنه این روح نوازنده ها رو به هم نزدیک بکنه. ما بزرگترین چیزی که داریم از دست میدیم اتفاقا اینه که دغدغه شماست، دغدغه منه. ولی راه حلش من در این میبینم که فکر میکنم آدمها اگر بتونن سمت و سوی ذهنشون رو به جای اینکه به اختلافات فکر کنن، به اشتراکات فکر کنن، درست میشه. چی باعث میشه من و شما امروز بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم؟ من احساس میکنم که شما به عنوان یک آدم دغدغه‌مند هستید و سمت و سوی فکریتون با من در یک جای اشتراک داره. میام میشینم این اشتراک رو به دید دیگران میگذارم و میگم بیایم راجبش حرف بزنیم. بیایم یاد بگیریم توی هر کار سازمانی، تو هر کار، من اگه قرار توی یک سازمان بسیار بزرگ یک 10,000 از 10,000 کارمند باشم، در نهایت برای تعالی اون سازمان دارم کار میکنم. این رو باید تو ذهنم هر روز داشته باشم. اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، این فرهنگ رو درست کنیم که آقا من اگر به عنوان یک استودیو دارم، شما به عنوان آرت کورنر، فلانی به عنوان نوازنده، اون آقا به عنوان آهنگساز، در یک چیز که مشترک هستیم، اون هم اینه که میخوایم یک کار فرهنگی بکنیم. پول و همه چیز سر جای خود با هزار اختلاف، در یک چیز مشترکیم. اون رو سعی کنیم بیان کنیم، راجع به اون حرف بزنیم، این نشسته رو بذاریم، گفتگو کنیم راجع به اشتراکاتمون. اختلاف نظر که زیاده کار نداره. دو تا آدمو من توی نشست میذارم، میگم راجع به نظرات مختلفتون حرف بزنید، اونجا که اختلاف نظر داریم تا صبح دعوا میشه. همه هم مچورن. میبینیم یکی از برنامه‌ای که چند وقت پیش تو تلویزیون دیدیم که دو تا در واقع نظر پردازی سیاسی تقریبا دیگه داشتن همدیگر میزدن توی اون صحنه، توی اون برنامه. ولی اگر بیایم بگیم خب حالا بیایم ببینیم چیکار کنیم برای مملکتمون ایران که اتفاق خوبی بیفته، چیکار کنیم برای موسیقیمون که اتفاق خوبی بیفته، اینجوری به قضیه نگاه کنیم، به اشتراکات نگاه کنیم، به نظر من به نتیجه خوبی میرسیم. همین الان این نتیجه، این همین اتفاق خوبه دیگه. امیدوارم، واقعا امیدوارم، این یکی از دغدغه های منه که به اشتراکات نگاه بکنیم، همدل بشیم، بتونیم دست به دست هم بدیم که در واقع کمک بکنیم به اینکه آثار فاخر بیشتر و بیشتر و بیشتر خلق بشه و بتونیم به گوش مخاطب برسونیم و در واقع این گوش رو آشنا بکنیم که در واقع خوراک خوب این هست و نه اون چیزی که دارن سعی میکنن که ما بشنویم. خیلی متشکرم آقای دیزان از وقتی که به من دادین، سپاسگزارم. از گفتگوی با شما لذت بردم مثل همیشه و امیدوارم که بیشتر و بیشتر بتونیم بحث ها رو با هم ادامه بدیم. انشالله خوشحال میشم. منم برای آرت کورنر آرزوهای خیلی خوب دارم. اگر همه ما در حقیقت کسایی که تو این زمینه فعالیت میکنیم
اینجا هستیم به خاطر اینکه احساس میکنیم که آرت کورنر هم میتونه یک قسمتی از این بار بسیار سنگین فرهنگی رو به دوش بکشه و من همیشه برای این چیزها دغدغه دارم و دست یاری میدم. تمام تلاش خودمون رو میکنیم. سپاسگزارم از لطف شما. خدا نگهدار. عصرتون بخیر.